نبیل جان مسکینیا شبی با هم نشسته بودیم در حضور 4-5 نفر یک داستان را قصه کردند به زبان مرحوم پادشاه سابق حضرت محمد رضا شاه شنیده بودم. اونا گفتن در دفتر پادشاه بودم و با اونا صحبت میکردم در راجع به این مسائل اختلافات که در بود. گفت پادشاه بر من قصه کرد که در یکی از بعد از یک سفری که من از خارج آمدم و بعد از مدت های بسیار طولانی همه فامیل تانستیم جمع شویم و داود خان هم مرحوم داود خان هم در همینجا تشریف داشت و فامیل همگی و سردار عبدالولی و همگی گفتن بودن. در همونطور یک مجلسی گفت بحث فامیلی صحبت بینا بود، در سیاست هم داخل شد، مسائل تحولات در عراق که میکنم صورت گرفته بود، کودتایی بود یا چیزی تو دهی باره گپ میزدن. گفت در اینجا دست روسا را برای کودتا گفت سردار عبدالولی چی کرد، تذکر داد که اس و دوپا میخواست تحلیل کنه که دیگه عوامل دیگه هست، پدیدهای دیگه هست، مسائل دیگه که در اینجا ای دوپا گفت بحث گرم صحبت بود که خود سردار ولی گفت با یک احساسات خود پادشاه قصه کرده برای آقای مسکینیار که گفت با یک احساسات عجیبی گفت برش گفت که خرشو خرشو گفت این بحثه که ببینید چی کرد. یک سکوت مرگبار در مجلس حاکم شد و داوخانه و گفتکان خورد و همه مجلس سکوت کردن. گفت یک دقیقه تیه نشد گفت داوخانه جای خود کرد و به طرف خانم خود بگفت خانم زینب گفت که من خستستم باید برم استراحت کنم. گفت از سر میز خیست و بدون خدافزی رفت. خب سهر خان قصه کرده که من بعد از چندین هفته که برای من بدترین حادثه زندگی و فامیلی ما در طول زندگی سیاسی ما بود، در زندگی فامیلی بود، گفت رای پیدا میخواستم کنم که برم برای مزادگاهی. خب روزی گفت با پای پیاده رفتم به خانه هر گفت بالین بدر بدر بود که به خانه داود خان رفتم و گفت امجا خواهند مردی گفت صدا شد که ما آمدیم و پیدادارای و کسایی که بودن در حولی کار میکردن. گفتم یک چند دقیقه داود خان به اتاق خود به بالا رفت که من بالا شدم برای من گفت که او خسرات است. گفت من فهمیدم که بود بوی سگرت و دود سگرت در دلیل است. گفت من به طرف اتاق خواب بالا شدم رفتم گفت دیدم که افتاده و پایش دراز است. گفت این پایش در مالش داده و برزی گفتم که من در مدرس خواهی آمدیم و تو هرچی هست ببخش. گفت در امی اصلایی که من به این بسار با محبت و التفات من صحبت میکنم گفت دیدم که یک صدای حساس کردم که گریه میکنه هشت میریزه و یه قدر هیره و قدر گرفته بود و گفت احساس کردم که در حالت گریه است. گفت هیچ جواب من نداد، هیچ حرکت نکرد. من از پولیش خیستم و بازم دست خواهد سر شانه شیناش مانم. گفت چون هم سینفی بودیم و رفیق بودیم و بچه کاکایم بود و شوارم شدیم چل طرف خیشا گفت حمد و بسیار متاثر بودم. گفت بعد از این واقعه و بعد از این شما دو کانه تا کودتا شد ندیدم و بعد از چند ماه بعد کودتا صورت گرفت. یعنی این حقده های فامیلی و این خصومت ها باعث بربادی های ملت ها میشه. یعنی رقابت هایی که در جهاد افغانستان بین شهید احمد شاه مسعود و انجینیر سبکمتیار بود، جهاد افغانستان به تبایی بود. بله وایس جان، اگه ما سر از این مسائل بریم صحبت ها چی میشه، از این تشریح تان تشکر. برای خلاص میخواستم بدم. بله تشکر سید.